امروز با هم نگاهی میکنیم به پاسخ سوالات آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی که همین اواخر یک ماه قبل برگزار شد 1402. سوالاتی که در این تیپ آزمون ها میاد، یک دستشون جزء اطلاعات عمومی یا جنرال ساینسی هستند که شما از مراجع باید اونها رو یاد بگیرید. یه جورایی بخوام عامیانه بگم حفظی هستند. من تو این ویدیو قصد ندارم به اون سوالات حفظی بپردازم، بلکه یک سری سوالاتی که کمی تحلیلی هستند و پاسخش رو در صفحه فلان کتاب فلان نمیتونید به راحتی پیدا بکنید، به اونها توجه بیشتری خواهم کرد. از قسمت انگلیسی اگه آغاز کنید، در مورد مودال بودن موسیقی ایران اینجا صحبت‌های انجام شده که بد نیست اتفاقا اینها رو اگر بخونیدم. حالا من در مورد مودال بودن موسیقی ایران کلی ویدیو دارم که میتونید به اون مراجعه بکنید. پسج دومش درباره دوره رمانتیک در موسیقی هست که ادوار موسیقی کلاسیک، باروک، رمانتیک، مدرن، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، اینها رو همه رو من مینیمالیسم، اینها رو ویدیو داشتم راجبش که میتونید به اونها بپردازید. پسج سوم در مورد یکی از بزرگترین موسیقیدانان تاریخ جوزف هایدن هست، متعلق به دوره کلاسیک هست و این هم خودتون مطالعه بفرمایید، جالب است. اما در قسمت سازشناسی به بعضی از این موارد که مهمتر هست من خواهم پرداخت. یکیش سال 32، کلارینت لا برای همصدایی با مود میکس و لیدین که دارای 5 دیز است چگونه عمل میکنه؟ این سوال در حقیقت از سوال هارمونی طرح شده، چون شما باید مود میکس و لیدین رو بدونید چیه. شما از روی 7 مود مختلف گام ماژور که ایونیان هست، یک اینو این قسمت خوب باید حفظ باشید، دومی دوریان، سومی فریجیان، چهارمی لیدین، پنجمی میکسولیدین هست که گفته شده میکسولیدینی که دارای 5 دیز باشد. اگر یه ویدیوها رو دیده باشید میدونید که میکسولیدین همان گام ماژوریست که درجه هفتمش به مولدار شده باشه. یعنی شما درجه هفتم رو نیم پرده بیارید پایین تر در از گام ماژور، همونی که بلدید، به مود میکسولیدین خواهید رسید. اینجا گفته 5 دیز داشته باشد، در حقیقت 6 تا دیز بوده که یکیش بمول خورده، درجه هفتمش بمول خورده، شده 5 تا دیز. باید به دایره پنجم ها مراجعه کنید. خب این دایره پنجم ها هست، بگردید گام ماژوری رو پیدا کنید که دارای 6 علامت سرکلید دیز باشه. اینجا فا دیز ماژور رو اینجا مشاهده میکنید شما، 1 2 3 4 5، که اگر درجه هفتمش رو نیم پرده که سل هست اینجا دیز داره بیارید پایین به کارش بکنید، در اون صورت به میکسولیدین خواهید رسید. پس من یک جورایی با فا دیز میکسولیدین الان سر و کله دارم میزنم که فقط 5 علامت سرکلید دارد. حالا اینجا نگاه کنم، این قسمت هارمونی قضیه است. فا دیز رو تو ذهنتون باشه. حالا کلارینت لا میخواییم ببینیم چگونه میتونه با فا دیز همصدا باشه. وقتی که سازهایی مثل این ترانسپوز هستن، این رو هم من کامل تدریس کردم، شما وقتی که میگیم کلارینت لا، یعنی شما وقتی رو خطوط حامل نوت دو رو مینویسین، دو میبینید، لا مینوازید، چقدر فاصله هست بینش؟ سه نیم پرده پایین تر می نوازید. هر آنجا رو خطوط حامل دیدید رو سه نیم پرده پایین تر اجرا می کنید. حالا من می خوام اینجا فا دیز ماژور رو اجرا کنم. روی خطوط حامل باید چی بنویسم که فا دیز ماژور باشه؟ باید سه نیم پرده بالاترش رو بنویسم. از فا دیز سه نیم پرده برید بالا به لا ماژور می نویسید. یعنی شما لا ماژور اونجا می بینید، در حقیقت دارید فا دیز رو اجرا می کنید و الی آخر که عرض کردم دیگه داستانش چگونه است دیگه. این سوال های این تیپی رو من سعی میکنم بیشتر بهش بپردازم. این سوال های سال 39 هم سوال تکراریست، چون من سوال های قبل رو هم حل کردم، واقعا دیگه تکراریست به نظرم دیگه. شما باید بیاید با توجه به همین نکته ای که گفتم، وقتی به شما میگوییم که مثلا الان اینجا کلارینت می بموله، یعنی شما نوت دو میبینید، آنچه که اجرا میکنید می بمول است. اینا اینو فقط نکتهش همینه، بقیهش رو باید بدونید که کدومی که از اینها سازهای انتقالی هستن که نارمن کامل در بحث سازشناسی گفتم و تک تک نوت‌ها رو بنویسید ببینید کدامی که از این آکورد ها رو تشکیل میدن. مثلا یکی دیگه هم باز اینجا شبیه همون هست، صدا دهی آکورد زیر به صورت انتقالی نوشته شده، به این کلارینت در لا. یعنی من الان اینجا نوت دو را میبینم، باید لا بنوازم، پس این نوت دو نیست، در حقیقت نوت لاست. این دقیقا همون چیزی بود که من اشاره کردم، دو ببینید لا اجرا کنید. پس آکورد هر چی که هست که لا درش حضور داره، اینجا هم هورن در فا، یعنی اینکه اگه من دو ببینم باید فا اجرا کنم. خب حالا اینجا که سل میبینم چی اجرا کنم؟ یه خودم من تمرین فکر کنم متوجه شو. یک تمرین ساده فواصل هست که اینها رو بتونید ترانسپوز، بعد بدونید که ساکسیفون تنور این چگونه است. اینا رو من همه رو در یک جدولی یادم پای تخته کشیدم، اونو باید حضور ذهن
داشته باشید. قسمت مبانی نظری موسیقی ایران، علائم ترکیبی سه‌گاه فاسوری کدام مورد است؟ سه‌گاه یادتون باشه در ویدیوهای مربوط به خودش عرض کردم که وقتی میگیم سه‌گاه فاسوری یعنی همون شوری رو بنویسید که از یه دونه پایین‌تر از این باشه، یعنی می. من دارم در حقیقت می، شور می رو می‌نویسم که اول باید می مینور رو بنویسید که درش فا دیزه و بعد اون رو برای اینکه به شور برسید به اندازه یک چهارم پرده بیارید پایین تر که از فا دیز به فا سوری خواهید رسید. این میشه شوری که بر اساس می نوشته شده. حالا سگاه رو بر اساس نوت دوم کمی فا سوری هست بیان میگم. پس من دارم اول باید می مینور رو بنویسم. وقتی می مینور رو اول می‌نویسم که فا دیز داره، اون دیز رو تبدیل می‌کنم به سوری که میشه فاسوری. خب مشخص بود دیگه، همشون هم دقت کنیم فاسوری است. اما برای اینکه ادامه داستانو ببینید چی هست، باید شما شوری رو بنویسید که بعد فاسوری رو بیان کنید. شور چی بود؟ شور می بود. شور می درجه پنجمش رو هم باید یک چهارم بیارید پایین، بشموریم می فا سول لا سی. پس سی هم کروندار هست. پس اول می مینور رو می‌نویسم که درش فا دیز و بعد درجه دوم که همون فادیس هست و درجه پنجم که سی هست و یک چهارم پرده میارم پایین تر، فادیس تبدیل میشه به فاسوری و سی بکار تبدیل میشه به سی کرون. سوال 57، مدگردی از مخالف سگاه به کدام مایه بدون نیاز به نقی متغیر قابل انجام است؟ این رو هم چون من در مورد مخالف کامل، مخالف سگاه کامل توضیح دادم. اینم یک جورایی شاید بشه گفت نیاز نباشه دیگه شما مودشو بنویسین، جزء اطلاعات عمومی است. اصلا شما اگر بخواید که از یک مدولاسیون انجام بدید یا مایه گردی از مخالف سگاه به اصفهان و حال و هوای دستگاه همایون و آواز اصفهان و شوشتری که یکی از زیر مجموعه های آواز از دستگاه همایون هست میتونید مدولاسیون انجام بدید. به خاطر همین هستش که حتی گفته میشد مخالف سگاه یه جورای اصفهان دیگری است، یک انقدر شباهت وجود داره بینش، شباهت به اصفهان. پای کیبوردهای پیانو کامل توضیح دادم همه رو، ولی مخالف سگاه یادتون باشه که ارتباط زیادی به اصفهان و شوشتری و همایون و اون فضاها داره. ترکیب دانگ‌های شور و چهارگاه کدام دو دانگی را می‌سازد؟ اینکه دانگ‌های مختلفو بتونیم با هم ادغام بکنیم ایده ای است که خیلی داریوش طلایی بزرگوار راجبش صحبت کرده و میتونید به کتاب ایشون مراجعه کنید توضیحات بیشتر. ولی خب شور و چهارگاه یه تکون یک دانگ هستن که با هم تشکیل همایون رو میدن. سوال آسونی است. سوال 59، علائم سرکلید فا دیز، دو دیز، سول سوری و لا دیز مربوط به کدام مورد است؟ اولا حواستون باشه که اصفهان، وقتی میگیم اصفهان سی، اون نوت تونیکی که باید دنبالش باشین چهار تا قبله که اینجا به فا برمیگرده. خب فا هم دیزدار هست دیگه، فا سول لا سی. میبینی سی درجه چهارمه دیگه، اصفهان تأکیدش رو درجه چهارمه همایون هستش. پس من الان اگه سی رو دارم میگم اینجا، به فا دیز یه دونه به من داره راهنمایی میکنه که یک داستان اینجاست. ولی بجز اون، شما وقتی یه راهنمای دیگه این هستش که همیشه نوت سوری کروندا رو بهش دقت کنید. در اینجا سول سوری است، یه دونه قبلش چی میشه؟ میشه فا دیز، چون اینجا هم دیز داره دیگه. فا دیز مینور رو باید از دایره پنجم ها شما پیدا کنید. میام اینجا این داخل فا دیز مینور رو پیدا میکنم. سه تا علامت سرکلید دارم، یکیش دو هست، یکی فا هست و یکی سول. دو فا سول. فا که کاملا دیز دار هست اینجا، فا دو. این سول سوری هم طبق قواعدی که ما میدونید شما باید همیشه یه دونه یک چهارم بیاریم پایین تر دیگه، یعنی از فا دیز شروع میکنم، بعدی سول دیزه. سول دیز اگه یک چهارم بیارم پایین تر میشه سول سوری. پس از اون ستا دیزی که اونجا دادید، یکیش اینجا هست و یکیش هم سوری دار شد. حالا من میخوام به همایون برسم. درجه سومو باید نیم پرده ببرید بالاتر. اگه از فا دیز شروع کنم، حالا فا سول لا، پس لا هم باید دیز دار باشه. خیلی خلاصه بخوام به شما بگم، اول میام فا دیز رو پیدا میکنم که دو فا و سول درش دیز دار هستن، دو فا و این سول به خاطر اینکه باید یک چهارم پرده سول دیز بیاد پایین تبدیل شده به سول سوری. حالا شما بخواید به از شوری که الان گفتم برسید به همایون، باید درجه سومی که از فا سول و لا هستن ببرید یک دوم بالاتر و اینم لا دیز میشه. اون وقت الان یعنی چیزی که گفتم میشه همایونی که بر اساس فا دیز نوشته شده. حالا میخوام اصفهان رو بسازم. اصفهان رو درجه چهارم فا سول لا سی میشه اصفهان سی، که درجه این لا دیزی که اینجا من کردم باعث شده که حالت محسوس پیدا بکنه به سمت تونیک نوت سی. لا دیز با سی فاصلش نیم پرده است.
این یکی از نکته هایی است که میگفتیم در اصفهان در نوت سی که مرکز ما هست با نوت قبلش که لادیز نیم پرده فاصلن و اینجا درجه هفتم من حالت محسوس پیدا کرده شبیه مینور هارمونیک، به خاطر همین بهش میگن اصفهان معادل مینور هارمونیک است. بقیه موارد خودتون نگاه میکنید، مثلا منصوری خب باید بدونید که روی اکتاف هست، روی اوج هست، روی هنگام هست و در چارگاه یا اکتاف بالاتر میشه منصوری. اینا رو دیگه با خودتون واگذار میکنم. قسمت بعدی مبانی نظری موسیقی جهان و هارمونی پرداخته، یکم دقت بیشتری نیاز داریم قسمت ها. دو میزان اول مثال زیر از کدام مود به کدام مود تغییر میکنه، این قسمت به این قسمت، این دوتا رو داره نگاه میکنه. شما اول به علائم سرکلید توجه بکنید که 4 تا بمول رو مشاهده میکنید. اگه بیایید اینجا 4 تا بمول اینجا هستش که این یا لا بمول ماژوره یا فا مینوره، دو حالت بیشتر نیست. که نگاه کنید به این نوت لایی که اینجا هست، اصلا شروع شما با لا بوده دیگه، در این چه لا بمول، این همون گام آهنگ لا این بیرونی خواهد بود، لا بمول ماژور خواهد بود. که مودهای گام ماژور اگه یادتون باشه آیونیان اولی بود، همون ماژور بود. اما دقت کنید به یه علامت بکاری که در اینجا استفاده شده، که این کدوم رو بکار کرده؟ یکی از این 4 تا که نوت ره هست رو خونسا کرده. خب شما اگر به اون 7 تا مود معروف رو نگاه کنید، 4 لیدیان هست. لیدیان در حقیقت همان گام ماژوری است که درجه 4 آن نیم پرده بالاتر برود یا دیزدار بشود. مثلا گام دو لیدیان همان دو ماژور است، دو ر می فا سول لا سی دو، که درجه 4 که فا هست فا دیز شده باشد. خب در اینجا ما درجه 4مون نوت ر بمول است که اگر قرار باشه نیم پرده به بالاتر هدایت بشه، بمول باید تبدیل به بکار بشود و دقیقا این همان نوت بکاری است که در روی خطوط حامل در داخل شما میبینید که ره بکار شده است. پس آن چیزی که در اینجا میبینید با توجه به این که ماژوری بوده است که درجه 4مش نیم پرده رفته بالا و بمولش خونسا شده، این در مود لیدیان هست، هیچ چیز دیگه ای نداره اینجا. ولی در ادامه دوباره همین نوت ره رو که بمول دار بود رو و خونسا شده بود دوباره سر جای خودش برگردونده، پس به همون ماژور اولیه خودش برگردونده. خب گام ماژور اسم دیگه‌اش چیه؟ آیونیان هست دیگه که اینجا مشاهده می‌کنید. ولی خب سوال خوب طرح نشده دیگه، یه جورایی انگار مشخص. خب این که اصلا معلومه غلطه، آیونیان همون ماژوره دیگه، پس وقتی اینجا به کار اومده که این نباید اولش آیونیان باشه و بعد دوباره برگردونه سر جای اول خودش رو ادامه داد. سوال 72 کدام یکی از تم یا سوژه های فوگ زیر مدولاسیون است؟ در مورد فوگ من کامل یک ویدیوی تهیه کردم. این سوژه منظورش همون سابجکتی است که من در اونجا اشاره کردم بهش. خب کاملا مشخصه که خیلی سوال ساده است برخلاف ظاهری که داره. اینجا اون چیزی که در ابتدا آمده یک نوع علامت عرضی میبینید، یه آلتره شده میبینید که این به شما داره میگوید یک مدولاسیون در قطعه اتفاق افتاده که شبیهش جای دیگه نیست. اما فقط دقت کنید اگه گام میتونست با توجه به علامه سرکلیدی که داره گام دومینور باشه، خب در گام دومینور هارمونیک، دومینور هارمونیک درجه 7 که سی بمول هست نیم پرده میره بالا میشه سی بکار. این میتونست انحرافی سوال اینجا باشه که گام آهنگ مثلا دومینور هارمونیک باشه و یک علامت عرضی اینجا قرار گرفته باشه در داخل که نوت سی بکار باشه، اما اینی که اینجا مشاهده میکنید سی بکار نیست بلکه لا به کار است و این داره به شما میگوید که گام آهنگ دستخوش تغییر شده است. سال 75 علائم 6 دیز ترکیب متعلق به کدام میکسولیدیان زیر است؟ این سوال شبیه همون سوالی است که الان در کلارینت ای اون اول اشاره کردیم. وقتی میگه 6 دیز ترکیبی به کدام میکسولیدیان است؟ میکسولیدیان مودی است که رو درجه 5 ماژور ساخته میشه و اگه شما بخواید میکسولیدیان برسید یه ماژور باید بنویسید، این درجه 7 رو نیم پرده بیارید پایین. وقتی که میگوید اینجا 6 دیز ترکیبی، دقیقاً 7 دیز ترکیبی بوده که 7 درجه اون گام یه دونه اومده نیم پرده اومده پایین تر و به کار شده 6 تا. دایره 5 مراجعه کنید. اگه من دنبال 7 گامی با دی ماژوری باشم که این ماژور این بیرونی است که 7 علامت سرکلید داره، گام 2 دیز ماژوره که خب درجه 7 که نوت سی هست رو اگه من به کارش بکنم و اینو بردارم 6 تاش میمونه، اون وقت به میکسولیدیان 2 دیز خواهم رسید. اینجا 2 دیز رو مشاهده میکنم.
76 به استثنای کدام مورد؟ این هم جز سوالاتی است که به اطلاعات عمومی و جنرال ساینس میپردازه، ولی خب این یه اپرای بسیار زیبا هست، حلقه نیبلون که فکر میکنم نزدیک 16 ساعت هست، با 100 نوازنده اجرا میشه که 4 بخش داره. حالا بعضی وقتا گفته میشه که اولی که اینجا اتفاق نیومده مقدمه است و دقیقا 3 بخش داره، ولی خب دقیقا 4 بخشی است که این چهارمی یک اپرای دیگری است که اصلا یک بر اون اساس یک آکوردی به نام آکورد تریستان ساخته شده، آکوردی است که واگنر در این اپرای تریستان استفاده کرده و معروف شده با آکورد تریستان. اینو عرض کردم چون یک ارتباطی به هارمونی داره و اون چیزی که جزء این حلقه نیست، حلقه نیبلون نیست، شماره 4 هستش. کدام گزاره در مورد بخش داده شده که مربوط به اواسط قطعه است درست نیست؟ دقت کنید، مربوط به اواسط قطعه است. معمولاً در ابتدای قطعه معمولاً آهنگساز با همون تونالیته خانه شروع میکنه. وقتی که گفته شده در اواسط قطعه است، وقتی شما به علائم سرکلید دقت میکنید، و سه تا دیگه من دایره پنجم ها رو نشون ندم دیگه، دیگه خیلی این دایره مهم هست، وقتی سه تا میبینید یا دو مینور هست یا می بمول ماژور هست، که وقتی به این نگاه میکنید شما ممکنه بگید که این چون ابتداست پس این می بمول ماژوره دیگه، و این گزینه‌ای که اتفاقا غلط بوده و درست نبوده، درست نیست، دقت کنید که درست نیست، در تونالیته می بمول ماژور است. این علائم آلترن شما اینجا مشاهده میکنید، کاملا مشخصه که این می بمول ماژور نیست، چون در اواسط قطعه بوده. این احتمال میره که خب می بمول ماژور آغاز شده بوده قطعه چند صفحه قبل، مودولاسیون انجام شده الان که در اواسط قطعه هستیم و دیگه الان در تونالیته می بمول ماژور نیست. سوال 78، کدام مورد در ارتباط با موسیقی داده شده درست نیست؟ خب یک تکه فوک هست، یک تکه از یک فوک هست، من در مورد فوک کامل چون توضیح دادم، استرتور اونجا توضیح دادم چی هست، پاسخ سابجکت، خود سابجکت رو گفتم چی هست، به نظر اونو ببینید خیلی راحت میتونید سوال جواب بدید. اون تکیه که به هارمونی مرتبط میشه گزینه 4 هست که هارمونی ضرب دوم میزان 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، این تکیه رو داره، میگه این ضرب اول، این ضرب دوم، نمایان تونالیته اصلی است، نمایان دامیننت، درجه پنجم تونالیته اصلی. پس سوال اینه که تونالیته اصلی چیه؟ نگاه میکنم به این 5 تا 6 تا دیزی که هست، میام به دایره پنجم ها، یا فا دیز ماژوره یا ری دیز مینوره، که با توجه به همین ابتدایی که از نوت ری آغاز شده، حدسم اینه که این ری دیز مینور باشه. اگه ری دیز مینور هارمونیک باشه، درجه هفتمش که دو دیز هستن، باید نیم پرده بره بالا، که اینجا علامت دو دیز قرار گرفته کنار می، این یکی از کاربردهای علامت دو دیز. شما ممکنه بگید چرا کنار نوت دو دو تا دیز که ترکیب میشه به این حالت یه ایکس مانند نوشته میشه؟ به خاطر اینکه این نوت در این گام دو دیز بوده، چون من میخواستم مینور هارمونیک بنویسم، دو دیز رو نیم پرده دیگه بردم بالا، علامت دو دیز در دو تا دیز در کنارش قرار گرفته. این یکی از کاربردهایی است که معمولا سوال میشه که چرا از این علامت استفاده میشه، این پاسخش. پس این با توجه به دایره پنجم ها، گام من ری دیز مینور هارمونیک هست، این از این تونالیته اصلی که گفتیم اینه. حالا اینو نگاه کن اینجا، و این آکورد اولی هم که اینجا دارم، خب این الان ری دیز هست، این لا دیز و این هم فا دیز هست، که این آکورد ری دیز مینور هست، و این ضرب دومی که در اینجا هست، این الان لا هست، این لا رفتش رو درجه ری می فا سول لا، که و در ادامه لا رو داریم، لا البته در اینجا لا دیز رو مد نظرمون هست، و بعد نوت این چون هارمونیک بوده دو دوبل دیز و در انتها نوت می هست که در اینجا مشاهده میگه می دیز هم هستش. خب این همیشه دامیننت تونالیته اصلی. سوال 79، در بخش داده شده پس از دو مینور به ترتیب به چه مراکز تونالی اشاره می شود؟ نگاهی به این قطعه که در این ابتدا خب دو مینور، از علائم سرکلید رو می تونید بفهمید که این یا لا یا دو مینوره یا می بمول ماژوره، که خودش راهنمایی کرده که اگه نمی کرد هم به نظر نیازی نبود، چون از این آکوردی که زیرش وجود داره، خب یعنی نوت دو هست دیگه در اینجا مشاهده می کنی، این هم دوباره دو هست،
و می بمول و الاخر. مشخص بود که اینا در دو مینور هست، اما در ادامه به چی تبدیل شده؟ به این علامت بمولی که در اینجا اضافه شده دقت کنیم، اینکه ر بمول دار شده اینجا. الان این ر بمول دار شده، وقتی من به دایره پنجم ها مراجعه میکنم یه دونه ر اینجا اضافه شده به این ستای قبلی، پس انگاری که من از اینجا حرکت کردم به یک گام همسایه در دایره پنجم، یا فا مینور هستم یا لا بمول ماژور هستم. اگر فا مینور استفاده کنیم، خب معمولا فا مینور به صورت هارمونیک استفاده میشه، درجه هفتمش که نوت می بمول هستم باید بکارش بکنیم، نیم پرده ببریمش بالاتر تا حالت محسوس پیدا کنیم. این اطلاعاتیش که دیگه ما انقدر تکرار کردیم انتظار داریم بدونیم چون. پس در ادامه که این ر اضافه شده بدون اینکه ر بمول، بدون اینکه تغییر ایجاد کنه، من در گام لا بمول ماژور هستم. ولی به این قسمت نگاه کنید، تو اینجا می بکار رو مشاهده میکنید. می بکار درجه هفتم گام فا مینور بوده که نیم پرده رفته به بالاتر و بین، همچنان که ر بمول دار هست می بکاره. پس این داره همزمانی بکار بودن نوت می و بمول دار بودن نوت ر، این داره به شما میگوید که من در این قسمت هستم ولی تو فا مینور هستم که درجه هفتمم رفته بالاتر. پس اگه نیم پرده رفته بالاتر، پس اگه به گزینه نگاه لا بمول ماژور هستیم که ر بمول دار شده، اینجا همچنان ر بمول دار هست ولی یه نوت بکار اضافه شده. کدام تحلیل در مورد دومین آکورد میزان 5 درست است؟ 1 2 3 4 5، خب این 5 اینجا، این دومین آکورد منظورش این هست که دیگه فکر کنم خیلی تابلو شده، اینقدر من دیگه تو سالهای ویدیوهای قبل حل کردم، توی تحلیل‌های هارمونی اینو اشاره کردم. آکورد ششم افسوده فرانسوی است. ولی برای اینکه یک مروری بشه، شما اول باید گام آهنگو پیدا بکنید، یا دو مینور هست، یا چون سه تا علامت اگه میخوای یه بار دیگه اینو نشون بدم اینجا، یا دو مینور یا می بمول ماژوره، که اتفاقا در اینجا چون به کار دیگه ای نمیبینم، معمولا وقتی مینور باشه درجه هفتم نیم پرده میره بالاتر، و از همین آکورد اولی که می بمول سول و سی هست، از اینجا هم سی بمول، از اینجا هم متوجه میشم که من الان در گام می بمول ماژور هستم. پس حالا که میخوایم در گام ماژور آکورد ششم افسوده رو بسازم، باید برم روی درجه ششمش، از می برید بالا، می فا سول لا سی دو، که دقت کنیم به این تغییر کلیدی که اینجا رخ داده، این کلید فا هستم، الان اینی که اینجا دارم مشاهده میکنم دو بمول هستش. پس من در گام ماژور باید درجه ششمش رو پیدا کنم، می فا سول لا سی دو، اونو نیم پرده بیارم پایین تر که آورده پایین تر، اتفاقا دو بمول رو در اینجا مشاهده میکنید شما، و بعد در نوت بعدی همون نوت تونیکه که می بمول رو اینجا مشاهده میکنید، این نوتی که الان من دارم نمایش میدم، این می بمول هست که بمول تو علائم سرکلید قرار داده شده، و بعدش اینجا نوت لا رو به صورت بکار باید استفاده کنیم، یعنی علامت بمولی که هست رو حذف کنیم، که این به خاطر همین به این میگن جزء آکوردهای کروماتیک هست که متعلق به اون گام نیست و نوت های خواهد. دو تا آلتره توش وجود داره، یکی درجه در گام ماژور درجه ششمی که بمول دار میشه که در اینجا بمول دار شده، و بعد اصلا چرا بهش میگن ششم؟ به خاطر اینکه شما الان از این دویی که میبینید 6 تا بریم بالا، دو ر می فا سول لا، میرسیم به همین لایی که به صورت بکار استفاده شده، و خب این وسطی هم که وجود داره که این می هست و این می بمول هست و این فا هستش. خب به نظرم بگی بیشتر از این توضیح دادن تکراری است دیگه، انقدر من اینها رو قبلا گفتم، خودتون به ویدیوهاش مراجعه کنین، همین صحبت های من اونجا هم میتونین پیدا کنین. سوال 81، همین موارد در ارتباط با موسیقی داده شده درست است بجز؟ این هم سوال ساده است برخلاف ظاهری که داره. اگه باس آلبرتی رو شما بدونید چیه، به راحتی میتونین جواب بدین. من در تحلیلی که در ویدیوی مربوط به سونات فاسیل انجام دادم، اونجا در مورد باس آلبرتی توضیح دادم که یه چنین حالتی است که اگر در دست چپ قسمت بم شما یک آکورد اولیشو بزنید، بعد درجه پنجم مثلا، بعد درجه سوم، بعد درجه پنجم، یه چنین فیگور ریتمیک رو، اصلا ربطی به هارمونی نداره، برخلاف اسمش که به نظر میرسه باس آلبرتی چیز خیلی پیچیده است، همینه، یه چنین فیگوری رو داشته باشید بهش میگن باس آلبرتی. خب شما حالا همین رو تو این قطعه که نگاه کنین، آیا جایی چنین چیزی مشاهده میکنین؟ نه، پس نه، اینجا دارم باس آلبرتی وجود نداره.
گفته شده است. خب اینو خودتون بقیه موارد ممان تمرین انجام بدید ببینید درست هست یا خیر. کدام مورد در ارتباط با بخش داده شده به درستی یا در محل صحیح نوشته شده است؟ این جزو نوتیشن یا رسم الخط موسیقی است که الان من چون ویدیو دارم راجبش رد میشیم از روش، میتونم باز کامل ترش بکنم اگه وقت باشه، ولی خیلی ساده است که این جوابش از اینجا معلومه. نگاه کن اینجا وقتی دینامیک آهنگ این وسط نوشته بعد اومده اینو این بالا نوشته، خب معلومه که علامت دینامیکش دوچار مشکل دیگه، یا علامت های عرضی رو بعد از اینجا قرار داده. من این هم اینجا الان به شما نشون دادم، این اینجا این کسر میزان ما هست یا متر ما هست، قبلش باید باشه دیگه. یکم اگه زرنگ باشین حتی که اینم ندونید مشخصی کدوم اینا غلطه، در نوع نوشتنش کدوم اینا غلطه. کدام مورد در ارتباط با بخش داده شده غلط است؟ اولا که یک کوینتت 5 قسمت صدایی داره، ویولون 1، ویولون 2، ویولا و چلو. کوینتت کلارینت درسته. کدام گفته غلط است؟ کدوم غلط است؟ هارمونی میزان سوم اینم با هم به نظرم مرور کنیم. هارمونی میزان سوم که تو اینجا هست، ببینید پی رو باز اینجا قرار داده شد، اینجا پی بالاست. هارمونی میزان سوم یعنی این قسمت به این قسمت از 1 به 5، درجه پنجم از درجه یکم به درجه پنجم است. آیا چنین چیزی درست است یا خیر؟ اول باید گام آهنگو تشخیص بدین که 3 تا علامت دیز در اینجا هست، به 3 تا دیز یا گام لا ماژوره یا فا دیز میناره، چون به کار دیگه ای نمیبینید شما اینجا. معمولا اگه مینور بود از نوع هارمونیک استفاده میشد، یه علامت عرضی دیگه نیاز داشتید شما برای اینکه درجه هفتم بره بالاتر نیم پرده، ولی اینجا نیست. به نظر میاد همون لا ماژور باشه. درست این هم نگاه کنید، خب این دو دیز، این هم میه دیگه، اینا تشکیل دهنده گام لا ماژور هست، پس گام آهنگ لا ماژوره. حالا اگر به این اولی، اینا هم تکراری ان، اینا کاملا تکراری هستن، اگه این نوت ها رو نگاه کنید اینجا، این الان لاه و این که اینجا میبینید می هست. این نوت ها رو یاد داشت کنید ببینید چه آکوردی رو تشکیل خواهد داد. دو رو مشاهده میکنید، دو دیز رو مشاهده میکنید که الان آکورد لا ماژور برای من تکمیل شد، مجددن لا رو دارم مشاهده میکنم و این نوت هم نوت دو هست به ظاهر، ولی دقت کنید که کلارینت لا ها، یعنی اگه اینجا شما دو دیدید باید لا اجرا کنید، پس این دقیقاً نوت لاست در واقعیت، اینجا دو نوشته شده. اینا رو نکات ریزیست که وجود داره. خلاصه این آکورد لا ماژوره، پس این که هارمونی میزان سوم 1 باشد فعلا درسته. حالا درجه پنجم گام لا ماژور چیه؟ لا سی دو ره می. و بعد اینهایی که این با هم دیگه هستن رو هم ببینیم چه این آکوردی رو تشکیل دهنده چه آکوردی هست در اینجا. و از پایین اگر شروع کنم، الان اینجا من نوت سول دیز رو دارم مشاهده میکنم و بعد در اینجا می رو دارم میبینم. اینا رو یادداشت کنید ببینید چه آکوردی رو تشکیل میده، سول دیز می تا الان، و بعد مجددا نوت سی رو دارم اینجا میبینم، سی هست و همین کافیه دیگه. سول دیز می سی، این چه آکوردی است؟ این آکورد بی ماژوره درجه پنجم، ولی اون نوتی که در باس قرار گرفته برای اینکه یک حرکت متوازنی رو در اینجا داشته باشیم در باس، سول دیز بوده. سول دیز می سی، این الان فاصله نوت اول تا آخرش رو بشمونید، سول لا سی دو ره می، شیشم شد. پس این وی شیشی که اینجا پنجه در حقیقت دیگه، پنجی که اینجا مشاهده میکنید یعنی آکورد ماژوری که رو درجه پنجم گام بوده. این آیی که میبینید همون رومنه دیگه، یک میشه، یعنی آکورد ماژور. اصلا خود این داره به شما میگوید که تونالیتی آهنگ ماژوره، چون اولیشو به صورت حروف بزرگ نوشته. اگر که آی کوچیک مینوشت یعنی اینکه مینور بود، ولی چون گفته درجه اول شما ماژوره، پس وقتی که دایره پنجم ها مراجعه کردیم با 3 تا علامت دیز کاملا تابلو میشد که این لا ماژور هست و این هم آکورد لا ماژور هست که رفته به می ماژور که در اینجا مشاهده میکنیم و ولی از نوع وارونش که نوت سول دیز در باس قرار گرفته و فاصله نوت اول تا سوم آکورد من ششم شده که اینجا 5-6 نوشته شده. سال 85، کدام مورد در ارتباط با موسیقی داده شده درست نیست؟ تابلو ترینش که نوت پدال هست. نوت پدال نوتیست که بدون توجه به هارمونی میزان ها دائما ثابت باقی میماند. در میزان 9 تا 11 نوت پدال استفاده شده. 9 اینه دیگه، 9 10 11 این پایین ترین و بم ترین نوت رو نگاه کنید. این نوت لایس که این نوت لا دائما در این وجود داره، عوض نشده. بالا سرش کلی اتفاق افتاده، آکورد عوض شده، آلتره شده، ولی این نوت لای من بدون تغییر ادامه پیدا کرده. در 9 هست، پس این درست. ملودی میزان های 13 و 14 با آپاژیاتور تهیه شده آغاز میشه که این هم من در مورد بحث تعلیق آماده سازی
تعلیق و حل شدن، اینا کامل توضیح دادم در بحث ویدیوهای مختلف. یادم در قطعه از باخ این رو من پلو در دوماجو اینو کاملا اونجا اصلا نمایش دادم. ولی میزانهای 13 و 14 12 13 14 اینجا هستش، به اینا نگاه کنید که اینها مشترک هستن با میزان قبلی، انگاری که از آکورد قبلی ادامه پیدا کرده، با اینکه آکورد عوض شده ولی اون نوت قرض گرفته شده همچنان ادامه پیدا کرده و بعد حل شده است. یک رو هم نگاه کنیم و نشان دهیم درست است. هارمونی میزان 12 9 10 11 12 که اینجا هست 5 از 6 است. این نگاه کنیم 3 و 4 دقت میخواد نداشته باشید، این یعنی وارون آکورد استفاده شده، خود آکورد استفاده نشده، این ورژنش ما کاری به اون نداریم. من میخوام بدم این چیه، پنجم ششم است. یعنی من اول باید ببینم که گام آهنگ چیه، برم ششمش رو پیدا بکنم. مشخصا ماژورم هست، چون ششم اونجا الان آکورد درجه ششم ماژوره، این تو بزرگ نوشته دیگه، حروف بزرگ رو من نوشته. یه گامی بوده، حالا نمیدونم مینور بوده ماژور بوده چی بوده، آکورد رو درجه ششمش یک آکورد ماژوری بوده که بعد اون رو اگه من تونیک فرض کنم پنجم رو نسبت به اون بسنجم، این آکوردی میشه که در اینجا استفاده شده. کل قضیه اینه که من در قطعه مربوط به تحلیل پاییز طلایی، پاییز 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 هم کاملا اونجا اینو توضیح دادم، تو قطعه باخ توضیح دادم، خیلی من اینو بهش اشاره کردم. سکندری دامیننت بهش گفته میشه، یعنی یک دامیننتی که متعلق به یک نوتی است که به صورت ثانوی استفاده شده، از سکندری دامیننت. پس من اول باید گام آهنگو تشخیص بدم. هیچ علامت سرکلیدی من اینجا نمیبینم، پس این یا لا مینوره یا دو ماژوره. خب این آکوردی که در اینجا مشاهده میکنین آکورد لامینور دیگه، کاملا داره به شما میگوید که قطعه در لامینور هست. و البته سول دیز رو هم داره به شما میگوید که این لامینوری بوده است که درجه هفتمش به اندازه نیم پرده آلتره شده به سمت بالا و سول دیز ایجاد شده است. این هم داره به شما کمک میکنه که پس آکورد گام اوریجینال من لامینور بود. حالا میام اینجا، پس اول باید درجه ششمش رو پیدا کنم. خب چی میشه؟ لا سی دو ر می فا، آکورد فا ماژور بوده در حقیقت دیگه، این ماژوری که عرض کردم فا بوده، الان با فا کار دارم. حالا شما باید فا گام فا ماژور رو پیدا کنید، به دایره پنجم مراجعه میکنید، گام فا ماژور تو بیرون قسمت های بیرون باید دنبال اف بگردیم که اینجاست، یک نوت سی درش به مولدار هست. ببین پس یک گام همسایه اینجا بودم من تو لامینور، خب مرسوم بود در دوره کلاسیک و اینا خیلی مودولاسیون ها یا نوت های آلتره خیلی دور استفاده نمیشه، شما تو لامینور هستین یه دونه به همسایه رفته مراجعه کرد، یه دونه اومدیم اینورتر و یه دونه علامت بمول در اینجا ظاهر شده که اتفاقا این سی بمولی که در اینجا ظاهر شده به خاطر همین بوده است. و همه اون سول دیزی هم که داشتم هم بکار شده، پس چون به ماژور رفتم دیگه، پس از لامینور آغاز کردم که هیچ علامت دیز بمولی نداشته ولی سول درش دیز شده به خاطر اینکه مینور هارمونیک بوده، و در اینجا به درجه ششم که فا ماژور هست دارم مودولاسیون هم دیگه، چون مودولاسیون خیلی کوتاهیست که بهش نمیگم مودولاسیون، بهش میگم سکندری دامیننت، ولی به فا ماژور رفتم، چون ماژور بوده دیگه نیازی نبوده سول درش دیز باشه، این سول بکار شده در عوض نوت سی بمولدار شده است. حالا گفته شده چی؟ گفته شده درجه پنجم اون گامی که رو شیش ساخته شده، گامی که رو شیش ساخته شده بود فا ماژور بود، حالا درجه پنجمش چی میشه؟ از فا 5 تا بشمونیم بالا، فا سول لا سی دو. پس این آکورده که اینجا میبینید در حقیقت آکورد دو ماژور هست که در اینجا که درجه پنجم گام فا ماژوره، پنجم ششم، ششم چی؟ لا مینور. حالا فقط متوجه شدید منظور ما چی هست از این. حالا ببینیم مثلا این دو ماژور هست یا نیست، دو می و سول هست دیگه، می رو دارم اینجا و این نوت سول رو مشاهده میکنم و این سی بموله، خب این آکورد از نوع توسعه یافته است دیگه و سی بمول هم درش استفاده شده، چون اتفاقا در آکورد هایی که از نوع پنجم هستن معمولا از نوع هفتم استفاده میشه، یعنی نوت چهارم هم به اون سه نوت اضافه میشه. پس نوت هایی که من داشتم در دو ماژور دو می سول و سی که چون در گام فا ماژور هست سی هم بمول داره، سی بمول رو دارم مشاهده میکنم اینجا و دو رو دارم میبینم و می رو میبینم. پس این چیزی که الان دارم اینجا میبینم همون آکورد دو ماژور از نوع هفتمه که اتفاقا در موسیقی کلاسیک آکوردهای درجه پنجم از نوع هفتم
استفاده میشن. ولی چرا این نوشته 3-4؟ به خاطر اینکه اون نوتی که در پایه قرار گرفته نوت دو نیست، بلکه نوت سوله. حالا اگه خودتون یه تیکه کاغذ داشته باشین، اینجا نوتایی که از پایین به بالا بنویسید. نوت سول هست، نوت سی بمول هست و دو هست و بعد می هست. این الان فواصل رو بشمارید. سول تا سی بمول چقدر؟ سول لا سی بمول سوم. این سه‌ای که اینجا مشاهده می‌کنید به خاطر اینه. بعدی چیه؟ دوه. بشمارید سول لا سی دو چهارمه. این به خاطر این بوده که آکورد از نوع اینورژنش استفاده شده و اون چیزی که در باس قرار گرفته نوت دو نبوده است، بلکه نوت سول بوده است.